سلام عرض کنم خدمت همه دوستان عزیز هفته پیش به این موضوع پرداختیم که چگونه اجرای یک سیاست غلط در زمانی غلط در دوران رزاشا منجر به این شد که پایه های یکی از مشکلات 80 ساله اخیر ایران ریخته بشه اینکه نه ایران تونست به یک کشور به یک دولت متمرکز قدرتمند تبدیل بشه و نه تونست مشکل مناطق غیر زبان ایران رو حل کنه این مشکل هنوزم که میدونید در مسائل روزانه ای ایران هم مخصوصا در خارج از کشور کاملا ملموس هست پایه دیگر مشکلات ایران مسئله اسلام سیاسی است و نقشی که برخوردهای سلبی با اسلام باعث شد که برخلاف کشورهای دیگر مخصوصا در جهان در خواهر میانه تنها در ایران شاهد یک انقلاب اسلامی باشیم در این برنامه سعی میکنم به ریشه های شکلگیری اسلام سیاسی در دوران رضاشاه بپردازم و اینکه چگونه رضاشاه با انحراف از مسیر مشروطه مقدمات ظهور اسلام سیاسی آن هم در بدترین شکل در شکل تروریسم اسلامی رو فراهم کرد در پایان برنامه هم پس از تحلیل کوتاه بر کتابی که معرفی کرده بودم و امیدوارم تا حال کامل خونده باشید کتاب دیگری رو خدمتتون معرفی میکنم اما قبل از همه اینا باز ما مجبورم به یکی از مواضع اخیر آقای حامید اسماعیلیون خیلی به اختصار بپردازم ایشون که هفته قبلتر در مورد فدرالیزم اظهارات نادرست و غیر علمی کرده بود این بار در مورد آموزش به زبان مادری اظهاراتی کرده که باز هم نادقیق و غیر علمی است و حتی شامل میس انفورمیشن یا اطلاعات غلط هم میشه ایشون گفته بودن در ایران بیش از هفتاد زبان میخواد وجود داره که همه میخوان آموزش به زبان مادری داشته باشن و این یک معضل بزرگیه حقیقتش اولا چون این نیست تعداد زبانهایی که در ایران پتانسیل آموزش دارن یا خواستاری به نام خواسته ای به نام خواسته آموزش به زبان مادری دارن حتی به انگشتان دستم نمیرسه چه برسه به هفتاد تفاوت میان زبان و گویش رویشون دقت نکردن دوما ایشون الان برحال به حال به یک چهره اپوزیسیون تبدیل شدن در آینده هم مصاحبه های دیگری خواهند داشت من دو توصیه کلی به ایشان دارم یک توصیه در مورد همین مقوله زبان توصیه هم توصیه رو هم در مورد اظهار نظرات آتی ایشون هست در, در مسئله زبان ایشون به تا کنون نه درگیر آموزش به زبان مادری بودند نه مشکلی در ارتباط با آموزش به زبان مادری داشتند نه یک چهره سیاسی یک فعالی بودن و نه یک پژوهشگری بودن در این عرصه اصولا آقای اسماعیلون تا سه سال پیش فعال سیاسی هم نبود حالا به هر دلیلی که به این مرحله رسیده مثلا موقعی که میخواد در مورد فدرالیزم یا در مورد زبان مادری صحبت کنه بهتره که با کارشناسان این عرصه مشورت کنه در همین زمینه زبان مادری ما کسانی داشتیم شخصیت بزرگی داشتیم در همین کشور کانادا که ایشون زندگی میکنن پروفسور امیره حسن پور به مدت ده ها سال شاید قریب پنجاه سال در مورد زبان آموزش به زبان مادری جامعه شناسی زبان تحقیق کردند ایشون میتونن برن مقالات ایشون آقای پروفسور حسن پور بخونند الان ایشون فوت کردن اگر میخوان به صورت زنده تحقیقات زنده داشته باشن در همین کشور کانادا آقای پروفسور جعفر شیخ الاسلامی وجود فعالیت میکنن ایشون هم استاد زبان شناسی هستن از شاگردان آقای مرحوم زنده یاد حسن پور هستند و میتونن با ایشون ارتباط برقرار کنن میتونن ایشون سوال کنند در بین شخصیت های کرد مقیم کردستان عراق که در مسئوله آموزش به زبان مادری فعالیت داشتند از حتی در عراق آقای استاد عبدالله حسن زنده رو داریم که ایشون از پنجاه سال پیش عضو آکادمی علمی زبان کردی در بغداد بودند و در تدوین کتب درسی نقش موثری داشتند و در مورد شخصیت هایی که همین الان در شبکه های اجتماعی وجود دارن و دسترسی به اونا بسیار آسان از استادانی چون آقایان حسن قاضی حاشم احمدزاده ایشون اونا کسانی هستن که اگر آقای اسماعیلون یک ایمیل یک مسیج براشون بفرستن کمتر از 24 ساعت بعد جواب و دریافت میکنه برحال توصیه کلی من به ایشانم اینه که با تجبه این اینکه به یک چهره عمومی تبدیل شدند باید یک سری واژه ها و اصطلاحات رو وارد ادبیات سیاسی خودشون کنن و ازشون استفاده کنن از جمله اینکه من نمیدانم من در این زمینه تخصصی نداشتم من در این زمینه مطالعی نکردم من در این زمینه دسترسی به افراد خبره و آگاه نداشتم من تخصصم دندان پزشکی و حوزه مطالعات شخصیم ادبیات بوده اما در این زمینه فکر میکنم که شاید مثلا سه نقطه این اصطلاحات و واجه کمک میکنه که ایشون اظهارات دقیقتری داشته باشه یا حداقل مرتکب اشتباهات سیاسی نشه حالا به بحث نقش رضاشاه دوران رضاشاه در ظهور اسلام سیاسی آن هم در شکل تروریزم اسلامی میرسیم هفته پیش ارز کردم که اجرای یک سیاست غلط در زمانی غلط منجر به فاجعه ای شد که الان ما باهاش کلنجار می مسئله اتنیک های غیر فارس در ایران مسئله زبان آموزش به زبان مادری مسئله خودگردانی یا خودمختاری مناطق ایران مسئله رابطه میان مرکز و تهران و هیچ نبودن یک دولت مرکزی مقتدر دارای مشروعیت در تمام 89 سال اخیر معزل دومی که آن هم ریشش برمیگرده به دوران رزاشا ظهور تروریزم اسلامیه قبل از پرداختن به اون من باید اشاره ای کنم که در دوران مشروطه قبل از ظهور رزاشا مشروط خواهان جامعه روشنفکری ایران جامعه انقلابی ایران زنان ایران روش های بسیار مدرنی رو برای جدای دین از سیاست برای پیمودن راه دموکراسی برای سکولاریزم پیموده بودند مشخصا اسلامی های جامعه سه راه پیش رو داشتند در زمان مشروطه آنهایی که اهل درس و تحصیل و تدریسند میتونستن برن در مراکز دینی و دروس دینی رو تحصیل کنند یا تدریس کنند و حکومت کاری به اونها نداشت آنهایی که خواستار مشارکت در دنیای سیاست بودن میتوانستن با پذیرش اصول مدرن سیاسی اصول دموکراسی، اصول دموکراسی پارلمانی وارد عرصه سیاست بشند امثال مدرس مثلا مشخصا یکی از آنون بود که به عنوان یک شهروند می اومد, کاندید میشد رای می آورد فراکسیون تشکیل میداد به هر حال فعالیت های سیاسی داشت به عنوان یک شهروند کسانی هم که خواستار مشروعیت و حکومت دین و اجرای شریعت بودند دیدیم که حتی در سطح بسیار کلان به تونتنی شیوه ممکن مجازات شدند نمونه شیخ فضل الله نوری بود در واقع با فراز و نشیب های مشروط خواهان در ایران داشتند راه اسلام و حکومت رو از هم جدا می کردند. کاری میکردند که به تدریج پتانسیل اسلام سیاسی و اسلا... مذهب سیاسی در کل در ایران تخلیه بشه شرایط رو فراهم کرده بودند که نقد دین آغاز شده بود جالبه بدونید که مثلا اگر تلاشی از طرف امثال فضل نوری صورت می گرفت برای اینکه به جامعه مدرن آن زمان ایران جامعه نوپای مدرن ایران لطمه بزنه مطبوعاتی بودند جامعه مدنی ایران چنان قوی بود که به تندی از آنها انتقاد میکردند من بخشی از مقاله روزنامه سور اسرافیل رو براتون می‌خونم که در بهمن ماه سال 1285 منتشر شده جالبه بدونید اونجا میگن که آخوندها اخوازهایی اند که اهداف پلیدشان را با موعظه های عالی پنهان میکنند تصور کنید روزنامه سال 1285 ایران چنین مطلبی نوشته چهار ماه بعدش در خرداد 1286 روزنامه حبلول متین میگه که در مورد مشکلات خاورمیانه ایران نادانی، خراف پرستی، کوتفکری، علم ستیزی، دگماتیزم علما و پافشاری آنها بر دخالت در سیاست منشه این مشکلاته یعنی اسلام سیاسی نقد میشد. راه رو برای امثال شیخ فضل الله نوری ها که میخواستند شرایط رو برای بازگشت استبداد و حاکمیت مشروع فراهم کنند بسته بودند از دیگر سو جامعه داشت به تدریج متحول میشد زنان وارد جامعه شده بودند دادگاه های مدنی جای دادگاه های شرعی رو به تدریج میگرفت اولین مدرسه دخترانه در همون زمان مشروطه تأسیس شد اولین انجمن زنان در همون دوران مشروطه تشکیل شد زنان به تدریج وارد عرصه هنری هم شده بودند در اجتماع ما خوانندگانی داشتیم شخصیت های مثل هنرمندانی مثل قمرون ملوک وزیری با موهای باز با شانه های اوریان می آمد در جمع برای مردم آواز میخواند. این روند داشت دقیقا به مانند اروپا روند جدایی دین از سیاست روند تدریجی کندن دین از سیاست از حکومت داشت طی میشد اما مجموع سیاست های غلطی در دوران رضاشا باعث شد که این روند معکوس بشه قبل از هر چیز اولا شرایط برای حاکم فضای آزاد مطبوعات فراهم نشد بلکه فضای مستبدانه ای حاکم شد و مطبوعات آزادی دوران مشروطه خودشون را از دست دادند احزاب منحل شدند حقوق زنان به حقوق بسیار کارتونی و نمایشی تبدیل شد در حالی که زنان هنوز مشارکت در اقتصاد نداشتند زنان حق رأی نداشتند حق انتخاب شدن نداشتند حق تعیین سرنوشت خودشون در مثلا نخواستن تعدد زوجات راحت آن زمان یک مرد میتونه از خود رضا هم گرفته تا مردم عادی دو زن سه زن چهار زن داشته باشند اما اصرار بود بر بیهجابی زنان آن هم به شیوهی بسیار ناشیانه آن هم نه در راستای حمایت از زنان بیهجاب در راستای اجباری کردن بیهجابی برای زنان محجبه زنانی که روسری یا چادر داشتند آن هم در جامعه مذهبی 100 سال نور سال پیش ایران در جامعه سنتی ایران حتی الان در جامعه مدرن در همین اروپا که نه مذهبی هستند نه مسلمان هستند نه سنتی هستند اگر یک فرد دست به روسری یک زن بزنه در قلب اروپا مجازات میشه حق ندارند که به روسری یک زن دست بزنند در همین لندن ولی تصور کنید 80 90 سال پیش آجان ها در سر کوچه میومدن زنان با حجاب رو حتی بازداشت میکردند یه تقلیدی غلط از آتاتورک بدون شناخت تفاوت جامعه آن زمان ترکیه با جامعه آن زمان ایران هرچند بماند که به سیاست های آتا هم در این عرصه انتقالاتی وارد هست اما آتا حداقل ورود زنان محجبه رو به مراکز اداری و آموزشی مثل مدارس مثل دانشگاه ها مثل وزارت ها ممنوع کرده بود زنان زنان ترکیه در جامعه در فضای عمومی حق آزادی هجاب داشتند و هیچ کس حق تعرض به زنان محجبه رو نداشت و حتی یک بخشی از شعبه های شربانی های ترکیه اختصاص داده شده بود به رسیدگی به اعتراضات و زنانی که مورد آزار واقع شده بودند یا به هجاب آنها بی احترامی شده بود در صورتی که اولا جامعه ایران آن زمان به مانند ترکیه نبود ترکیه برآمده از شکست حکومت اسلامی بود افکار عمومی ترکیه بدبختی های خودشان را از امپراتوری اسلامی عثمانی می دانستند. عقب ماندگی خودشان را از چشم حکومت اسلامی عثمانی می دانستند. تجزیه کشور خودشان را آنکه ترکیه یا عثمانی آن زمان پنج میلیون کیلومتر مربع از اراضی خودشون از دست داده بود همه اینا رو از چشم اسلامگرایی خلفای اسلامی میدانستند جامعه افکار عمومی و مخصوصا روشنفکری جامعه ترکیه برای اسلام زدایی از جامعه و مخصوصا از سیاست آمادگی داشت اما مردم ایران آن زمان چنین نبودند آنها تجربه شکست خودشون رو از های اسلامی نمیدانستند چون در ایران تقریبا حکومت اسلامی وجود نداشت حکومت سلطنتی بود پادشاهان البته روابطی با علما و با مقامات مذهبی داشتند اما حکومت اسلامی نداشتیم ما در ایران مثلا خلافت اسلامی یا امامت اسلامی حاکم نبود به این سیاست غلط بعدا ابعاد دیگری پیدا کرد فقط مسئله زنان نبود مثلا قبل از آن به پوشش مردان اجباراتی رو تحمیل کرده بودند مثلا اجباری شدن کلاه شاپو برای مردان که آن هم منجر به فاجعه دیگری شد اون که مثلا در مسجد گوهرشاد شد بیایید مردمی رو که هیچ کاری نکرده بودند هیچ خلافی نکرده بودند تحسن کرده بودند اعتصاب کرده بودند آن هم به شیوه مدنی با دستانی خالی بدون اصله بدون حمله به مراکز اداری و عمومی در حیات یک مدرسه یک مسجد جمع شده بودند به نشانه اعتراض آنها رو به رگبار بستند تصور کنید جامعه مذهبی شیعه ایران با آن فرهنگ قوی مظلومنمایی و فرهنگ آشورایی حالا به صورت واقعی واقعا بیان صد نفر انسانی بیگناه رو بکشند چرا چون گفته بودن ما حاضر نیستیم مثلا کلا شاپور رو استفاده کنیم یا مثلا زنان بخشی از نظمی های ایران به مکان بازداشت زنانی اختصاص داده شده بود که هجاب رو رعایت کرده بودند در سر کوچه ها آجان ها کارش این بود که حجاب از سر زنان بردارند بر حال همه این عوامل دست به دست هم داد در واقع فنر اسلام سیاسی مجددا در ایران فشرده شد به جای اینکه کنترل بشه و با رفتن رضا این فنر از هم باز شد با رفتن رضا اشکال بسیار خطرناک و زمینی و تروریستی اسلام سیاسی ظهور کرد از ترور روشنفکران گرفته مثل کشتن احمد کسروی تا ترور مقامات دولتی مثل رزمارا که وزیر 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 مملکت بود تا کشتن ترور ناموفق فاطمی که وزیر خارجه مملکت بود تشکیل گروه های تروریستی اسلامی در واکنشی به حکومت اجرایی بسیار غلط و ناسالم از سکولاریزم سکولاریزم ترک... ترکیب شده با دیکتاتوری خمینی موقعی که رضا شاه به قدرت رسید یک طلبه جوان یا نوجوان 17 18 ساله بود موقعی که رضا شاه از قدرت برکنار شد خمینی شده بود یک حجت الاسلام 36 ساله پر از کینه و نفرت از همه مظاهر مدرنیته و جامعه مدر اه پس میتونیم بگیم که در دوران رضاشاه دو اشتباه بسیار کشنده صورت گرفت که هنوز هم بعد از 89 سال مو هزینه میدیم. اشتباه اول در مورد تعامل غلط با مردم غیر فارس ایران اجرای یک نسخه منسوخ شده 100 سال پیش فرانسوی بدون به توجه تحولاتی که در 20 سال قبل در سطح جهان و حتی در سطح منطقه روی داده بود که الان هم پس از 80 سال ما هنوز با تنش اتنیکی و مسائل متعدد اتنیکی در ایران مواجهیم دو سیاست غلط اجرای غلط تعامل غلط با دین و با مذهب و به جای اینکه مسیر جامعه به صورت تدریجی به مانند دوران مشروطه به سوی سکولاریز بره در واقع مجددا فنر در هم فشرده اسلام رو در ایران آزاد کرد و مقدمات ظهور اسلام سیاسی در ایران مجددا پیدا شد بلافاصله پس از برکناری رضا شو. اینجا ما رو به یک بحث تئوری میرسونه که من الان فقط سرخطش رو ارز میکنم بحث تئوریش رو هفته آینده ارز میکنم خدمتتون به تفصیل اینکه چگونه اجرای غلط سکولاریزم به ظهور اسلام سیاسی در خاورمیانه انجامید به این طریق ما با سه مکتب سیاسی آشنا میشیم آنهایی که فرهنگگرا هستند نگاه مطلقی به مقوله فرهنگ در تحولات جامعه دارند امثال ساموئل هانتینگتون برنارد لوئیس و در خود ایران هم امثال یا در منطقه هم امثال خمینی ها و اسامه بن لادن ها کسانی که نگاه اجتماعی تحولات اجتماعی یا تکاملگرا دارند کسانی که معتقدند در اروپا روندی طی شد که در ایران طی نشد و گروه سوم که منشأ مشکلات کنونی رو در تحولات صد سال اخیر میدونند در هفته آینده به تفصیل به این سه موضوع میپردازیم الان هم به بحث پایانی میرسیم به بحث کتاب کتابی که خدمتون ارز کرده بودم کتاب تاریخ ایران مدرن نوشته یروان ابراهامیان چاپ سال 2008 که فکر کنم همون سالم به فارسی ترجمه شد حتما این کتابو اگه تو اله خونده باشید متوجه شدید که یک کتابیه که به روش آکادمیک نوشته شده اما نویسندش دیدگاه های سیاسی خودش رو دخیل کرده آقای ابراهامیان کتاباش اونجایی که مربوط به آمار و ارقام و اطلاعات هست که کتاباش واقعا مرجع هست آنجایی که وارد تحلیل میشه افکار خودش رو دخیل میکنه تح... تحلیل های اشتباهی انجام میده آنجایی که وارد پیش بینی میشه که دیگه افتضاح به بار میاره حتما یکی از افتضاحات رو در همین مقدمات کتاب متوجه شدی این که گفته بود جمهوری اسلامی ماندگار خواهد بود اه... جالب اینجاست این کتاب تنها چند ماه قبل از جنبش سبز انتشار یافته و از آن زمان تا کنون جمهوری اسلامی ثبات به خودش ندیده مشروعیت که بکنار کنار جنبش های جنبش سبز بعد اعتراضات داخلی دیماه 96 و تا اعتراضاتی که همین الان هم ادامه داره و من معتقدم جمهوری اسلامی آینده مندگاری نداره برخلاف آنچه که آقای ابراهیم هم گفتند ایشون البته افتضاحاتشون برای پیشبینی بیشتر از این بوده کتاب بسیار مشهوری دارن به اسم ایران بین دو انقلاب که این کتاب البته از منظر اعداد، ارقام، آمار، اطلاعات درست قابل اتکاست غلط نیست ولی پر از تحلیل های است و یکی از تحلیل های این بود که البته این رو فقط در مقدمه یک چاپ اول منتشر کرده بود و آقای محسن میلانی متوجهان شد اینکه گفته بود این کتاب البته سال 1980 یعنی 1359 یک سال و اندی پس از انقلاب اولین بار منتشر شده بود گفته بود که به زودی آخوندها قدرت رو از دست میدن و حزب توده ای ایران قدرت رو در ایران به دست میگیره این دیگه نیاز به بررسی نیست که چقدر اشتباه بود به حال شما این کتاب به عنوان یک منبع خوندید نه به عنوان یک مرجع من یک کتاب دیگه ای رو بهت معرفی میکنم که از منظر سلطنت طلبی نوشته شده ولی تا اندازه نگاه انتقادی داره آقای داریش همایون نایب رئیس حزب رستاخیز از چهره مطبوعاتی قبل از انقلاب و آخرین سمتش هم در ایران وزیر اطلاعات و گردشگری بوده کتابی داره به نام دیروز فردا این کتاب هم در به صورت آنلاین هم در شبکه های اجتماعی هم در وبسایت های متعدد از جمله در وبسایت حزب مشروط ایران در دسترس هست این کتاب هم طبعا معلوم آقای داریش همایون طرفدار حکومت سلطنتی هست و یکی از مشاوران و یکی از مغزان متفکر تأسیس حزب مشروطه ایران هست اما کتاب ایشون هم از لحاظ آمار و اعداد کتاب ارزشمندیه برای اینکه با دیدگاه های مختلف آشنا بشیم توصیه میکنم که این کتابم مطالعه بفرمایید خیلی ممنون که از وقتی که گذاشتید موضوع هفته آیندهمون تاثیر دیدگاه های مختلف سیاسی سه مکتب مختلف سیاسی نقش آنها در تبین مقوله سکولاریزم و ظهور اسلام سیاسی در ایران و خاورمیانه تا هفته دیگر بدرود